پس هیچ جدایی بین او و آن عزیزان نبود. اخبار سیما اعلام کرد افسر وظیفه عزت ابراهیم نژاد که نزد دوستانش به کوی دانشگاه درست است، اما درست در چیز دیگری است. این که تو نه برای استراحت و دیدار دوستان به دانشگاه می رفته ای، که دانشگاه خانه ات بود، چه اهواز و چه تمام دانشکده های دیگر و چه این اواخر تهران. اصلا هر کس با تو کاری داشت و می خواست ببیندت می بایست به دانشکده ها سر می زد. سراغت را می بایست از دانشجویان می گرفت که اغلب هم رشته ات هم نبودن. به خدمت هم که اعزام شدی دوری از محیط مألوف را تاب نیاوردی، برای اینکه تمام وقت در دانشگاه و در جمع دانشجویان پرجوش و نشاط باشی. غیبت می کردی، مکرر غیبت می کردی، تا سرانجام به دلیل فراز از خدمت به دادگاه فراخوانده شدی. یادت هست؟ یادت هست وقتی پرسیدم مرخصیت طولانی نشده؟ حرف را جای دیگری کشندی. کوی دانشگاه، استراحت، نزد دوستان، آخر تو استراحت. اول بار که دیدمش یه جور عجیب آشنا بود، از همون آشناهایی که هرگز ندیدیشون اما انگار همه عمر با تو بودن. یه ریشه مشترک، یه همبندی غریب عاطفی. براش چای آوردم، گفتم سرد نشه، تو بیشتر باید شاعر باشی. نه، لطیف و پنهون لبخند زد، بعد از جیب پیراهنش تکه کاغذی در آورد. گفتم عینکمو دریا برده، خودت بخون. بخوند، دیدم داره اون چیزی که خیز اول رو کامل میکنه. پرسیدم بیشتر کدوم شاعرها رو دوست داری؟ گفت فروغ، شاملو، سپهری. تمام دوره دو سالی که دوستی ما بیمرز شده بود تنها یک بار نامش رو پرسیدم و شعری از اون که قول چاپش رو داده بودم. آخرین بار گفت دفتر شعرم رو چاپ میکنی؟ گفتم هر چی داری جمع جور کن، خوشخط روی یه صفحه، پشت رو ننویسی ها، دیگه دوره آشخوری تمام. گفت چند ماه مونده که خدمتم تموم شد.